ما در دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه سیاستمون، روز شما تشریف داشتید اون خلاصه که من گفتم، ما تأمین ارز برای کشور، ارز آوریه. خب یکی از ارز آوری ها صادراته، این یه طبیعه. دو، وارداته. آقا واردات چجوری میخوای ارز صرفه جویی کنی؟ حالا ما چند تا کلمه انگلیسی هم به کار میبریم دیگه، حالا فردا بهمون گیر ندن چون این 83 گیر میده ما رو بریم یه لغت هم. ما اومدیم دایورسیفای کردیم، یعنی یه کالایی مثل کود، مثل برنج، مثل گندم، مثل جو، مثل ذرت، کالای اساسیمونو، یا مثلا تجهیزات نفتی رو از یه کشور میخریدیم که انحصارش بود، هر جوری میخواست بازی میکرد. مثلا یه نوع کالا رو ما داشتیم از یه کشوری می‌خریدیم، هی میگم من بعد برم وزارت خارجه، خیلی هم ضروری بود. یکی از وزرا هر روز تو کابینه میگفت آقا این نشد، این مجوز رو ندادن. ما اومدیم چیکار کردیم؟ رفتیم چند منبعه کردیم اینو، مثلا به جای که از کشور آ باشه سه تا کشور دیگه هم پیدا کردیم با همون کیفیت، با همون کوالیتی و قیمت چیز. حالا وقتی که چند سورس شد قیمت ارزان‌تر شد دیگه، اون فشار هم نداشتیم. خب این ارزاوری برای کشور. سه، انتقال تکنولوژی نرمه، نه سخت. ما اصلا مثل بری فلان ماشین بیار اینجا اسمبل کنی، این انتقال تکنولوژی نیست، اون یک مونتاژ. چجوری هست؟ ما همین کالایی که استراتژیک بوده برامون اومدیم سه تا منبع کردیم، با یکی از این کشورها اومدیم صحبت کردیم که این بیاد تولید داخل بشه. یه پارتنر داخلی پیدا شده که تو اون فیلد داره کار میکنه، اون پارتنر با اون خارجی چیز شده در یک منطقه از تهران، از ایران، الان زمینش گرفته شده که بعد 18 ماه 20 ماه این کار چطور بشه انجام بشه. حالا وسط کار مطمئنا یه سکته هایی داره، یه مقدار عوامل خارجی اثر میذارن. ما هنرمون اینه که اینا رو چیکار کنیم، حل کنیم و بالاخره به ریزالت برسونیم، به نتیجه برسونیم. من همیشه گفتم صدور خدمات مهندسی برای ما خیلی بهتر از صادراته، اما نمیشه گفت که این نشه اون بشه، نه، اینا کامپلیمنتری هم دیگه است، باید هم اون باشه هم این باشه. از همه مهمتر داستان، حالا جذب سرمایه گذاری هم هست، از همه مهمتر داستان ترانزیته. کشور ما لازمه. حالا این ترانزیت، یکی ترانزیت حمل و نقلیه، یکی ترانزیت انرژیه، یکی ترانزیت انرژی برقه. حالا اگه یه زمانی هم فرصت شد در آینده این توانایی رو داشتیم، شاید ترانزیت آب هم بکنیم. حالا چجوریه که میگه چجوری؟ بالاخره اگه ما تواناییمون بره بالا مثل کشورهای دیگه، آب شیرین کن داشته باشیم با یه قدرت بالا، میتونیم این شورتجای همسایه رو چیکار کنیم؟ تامین کنیم. الان ما دیر جنبیدیم در خلیج فارس و عمان، بقیه برداشتاشونو کردن، حالا باید ما سرعت بدیم. و یکی از کارهایی که باز وزارت خارجه میکنه، بیشتر ما میریم استانهای مرزیمون. مشکل الان تقریبا ما 15 تا استان رفتیم استانها، هم با بخش خصوصی هم با بخش دولتی جلسه داریم و هم بازدید از محل مرزا، بنادر و اینها. اونجا مسائل رو به ما منعکس میکنن. جای دکتر که ما میریم شورتج دانش دارن، اصلا نمیدونن که آقا این کار حل شده، اون کار اینجوریه. سویفت یه چیز تعریف شده است دیگه، الان ما یه سویفت تعریف کردیم بین خودمون و روسیه، بین چند تا کشوری دیگه، و این به زودی راه میده. اون میر یه لحاظ نرم افزاری باید یه تطبیقی داده بشه. من فکر کنم که تا یه چند روز آینده این میر راه میفته. آقای نواف گفت ما حاضریم بده جلو آقای مخبرم، گفت ما حاضریم طلبمونو بابت صادرات شما به خصوص مسئله ساختمون. ما چرا اصرار میکنیم مسئله بره؟ هم به نفع کشور نمیتونیم بده ایمونو بدیم. اما برخورد روسا برای نیروگاه بعد از اون جلسه برخورد به خیلی بهترش، خیلی بهترش. شما از آقای کمالبندی بپرسید، من باشون یه صحبتی کردم، ما داریم این کار میکنیم، فضا هم براتون بازه، بعد الان ترانزیت داریم میکنی، کلی طلبکار میشیم ما. ببینید ما الان کاری که جناب آقای سالآبادی کردن در مورد روبل و ریال، ما باید روبل خلق کنیم اونجا. خب یکی از خلقامون چیه؟ سواپه.
آیا سواپ گاز کنیم سواپ نه. دو، خلقمون چیه؟ ترانزیت. بالاخره این حق ترانزیت رو باید به ما بده. این پول اونجا خلق میشه. خب حالا که خلق شد، اون بارتری که ما میگفتیم میتونه جو. الان روسا پروژه‌هایی که دارن میان تو ایران انجام بدن، اما انرژی اتمی گفته من حاضرم تمام پروژه ها رو به ساب کانترکتورهای ایرانی بدم، با انتقال تکنولوژی، با ساخت و اینها. الان داره میکنه این کارو، یعنی به جای اینکه خودش ساب کانترکتور برداره بیاد، میاد از ساب کانترکتورهای ما که خودش کوالیفاید کرده، انتخاب کرده و داره میده اینا بسازن. وقت مهم دار ساختش مهم نیست، اون قطعه ای که به شما میده بسازی، اون نقشه ای که به شما میده، اون انتقال تکنولوژی اونجاست که این چیه، چه موادش چیه، خاصیتش چیه، چون میخواد تراش بده، میخواد قطعه رو ریختگری کنه. اومدن هم شناسایی کردن. شما اینا در ذهنتون باشه که ماشین سازی عراق ما رو روسا ساختن. وقتی که ذوب‌آهن، ببین روسا زمانی که ذوب‌آهن ساختن، گفتن برای اینکه ما نخوایم به شما لوازم یده که بدیم، بکنم ماشین سازی عراق و اون یکی چیه؟ دو تا کارخونه بزرگ داریم اونجا. نه هپکو نه، اون یکی چی؟ نه نه، حداقل ماشین سازی عراق. گفتن آقا این ماشین سازی عراق ما درست کردیم که بتونید قطعات خودتون اینجا تولید کنید. ما حالا اگه با غربی‌ها یه موقع شما سوال کردید، بگید آمریکایی‌ها اینجا چی ساختن؟ یه کارخونه، بگید یه کارخونه که آمریکایی‌ها اینجا ساختن به ماشون. جز F4 دادن به ما، F5 دادن و F14 دادن، چیزی، اونم تعمیراتش. برجام خب میدونید که دولت هم حسابی داره مذاکره میکنه، این بعد از یه مدت توقف دوباره فشرده داره کار میشه و میره جلو. مسلماً از لحاظ روانی خیلی مؤثر، از لحاظ روانی میتونه مؤثر باشه. خب بالاخره گشایش در فروش نفت بیشتر، گشایش در کارهای بانکی و اینا تأثیرات خودشو داره، اما باید ببینیم به چه صورتی اجرایی میشه. این خیلی مهمه. کسی منکر برجام نیست. خب بالاخره بعضی کشورهایی هم که الان با ما رابطه دارن راحت تر با ما کار خواهند کرد. برجام مثبته، اما این نیست که اگه برجام نباشه ما مثل اونجا بیخ دیوار صبر کنیم تا برجام برگرده. الان دیدی تو این یک ساله این روند درست شده، افتاده تو اون ترک، اون موقع سرعتش بیشتر میشه. آقای امیر عبداللهیان وقتی که در انتخابات مجلسشون دفاع میکردن برای رأی، فرمودن که من 40% کار وزارت خارجه رو میذارم رو اقتصادی حداقل. خب بعدش بخش سیاسی هست، بخش کنسولی هست، بخش رسانه هست و بخش بین الملل، یعنی 60% رو دادن به 4 بخش، 40% رو دادن به 1 بخش. خب پس اولویت 1 هست. پس ما چی کار باید بکنیم تو وزارت خارجه؟ اولین کاری که میکنیم اون دیپلمات خودمونو که میخوایم بفرستیم بره آشنا کنیم با مسئله، یعنی اقتصادی اورینتدش کنیم. وزارت خارجه یا اقتصادی اورینتد نیستن، بیشتر سیاسی هن. خب سیاسی بهتر، رسانه‌ای هستن. ما این دور چی کار کردیم؟ اومدیم 60 تا چند نفر آقای محسنی، 60 که میخوایم بهش اعزامشون کنیم، حدود 2-3 ماه اینا رو آموزش دادیم. نه فعلا رایزن، رایزن ما نمیگیم، ما میگیم کارشن اقتصادی. رایزن بازرگانی اون مال سمته که اونم حالا توضیح میدم. اینا رو 3 ماه آموزش دادیم، حدود 12 یا 13 استانم اینا رو اعزام کردیم برای آشنا شدن با پتانسیل های داخلی، مثل عسلویه، مثل اصفهان، مثل قزوین، عراق، جایی که پتان. چرا؟ ما میگیم دیپلماتی که دیپلمات اقتصادی میره اول باید پتانسیل های ایران بشناسه که چه توانی داره، کجا ضعف داره، که میره تو کشور متوقف فی اون تولیدی که مثلا عجب خیارهای خوبی، آقا اینا وارد کنیم به ایران، اینا باید بدونه. یا مثلا روغن بیسبول، الان ما داریم یک سال و نیم اروپا صادر میکنیم، مثلا یکی تلک زد آقا اینجا روغنای بیس اویل خوبی دارن. خب این نباید چیز بشه،
این بعد آشنا بشه، بعد میره کشور متوقف فی، اونا هم میدونه وارداتشون چیه، صادراتشون چیه. با آشنایی با اینجا میاد هدایت میکنه صادرات ما رو به اون کشور. این آموزش ما داریم میدیم، خیلی استان ها خوششون اومدن، استان اصفهان، اصلوی، خوزستان، خود 14 تا همونجوری هم ادامه ده. این کار ما ادامه داره. یه دلیلی که امریکایی‌ها دارن تلاش میکنن که بیان حل کنن، دیدن با نیامدنشون ما مشکلمون داره حل میشه و حل شده. الان کشورها خودشون، الان ما کشور آفریقایی اومدیم 200 نفر آدم اومده ویزا رو برای ما برداشته، و اگر این تحرک ما نداشتیم اینا بیشتر ما رو فشار. نه من شرق، نه ببینید من شرق گرا نیست، حالا شرقی دیگه نداره. من نگاه میکنم منافع جمهوری اسلامی ایران کجاست. اتریش هم سفیر بود، ما اتریش کرده بودیم کانون. من معتقدم هر جا منافع ما هست ما باید از اون منافعمون استفاده کنم. من یه سوال دارم از شما، شما ببینید تو این کشورهای غربی کدوم کارو میخواستن به ما بدن ما ریجکت کردیم؟ مثلا اومده گفت آقا خب حالا پالیسی سیاست این نظام این بوده که با این سیاست بره جلو. و شما بدونید ما تو دنیا یونیک هستیم، یونیک خیلی چیز داره. و الان هم ببینید بعد از این همه، من ببینید تقریبا من معتقدم ما اینقدر با ابرقدرت فاصله داریم. ابرقدرت ما قد بمب اتم و اینا نیست، ما تو تکنولوژی های لبه خیلی پیشرفت های خوبی کردیم.